اما وقتی که میگم اتحاد و همبستگی، به اینجا میرسه که امروز شخصیت‌های فعال جامعه ما کاری بزرگ انجام میدن. تنها این نیست که در تظاهرات بنشینیم، اعتراض بکنیم، اعتراض خودمون رو به جهانیان برسونیم. بسیار راه‌هایی وجود داره که ما میتونیم عرضه و لیاقت و شایستگی زن ایرانی و مرد ایرانی رو در دنیا منعکس کنیم و امروز آن زمان فرا رسیده. برنامه امروز ما برای اولین بار این خبر بسیار مهم داره درج میشه و پخش میشه که باید تشکری داشته باشم از دوست بسیار 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 عزیزم دکتر کتی یونسی امیری که یکی از دوستان بسیار نزدیک و عزیز من هست برای سالها و امروز بازم دوستی و رفاقتش رو به من اثبات کرد که برای اولین بار در تلویزیون امید ایران حضور پیدا کنه و درود به شرفش که کار وکالتش رو ول کرده برای چنین امر خیری و چنین حرکت بزرگی که امروز برای اولین بار در تلویزیون امید ایران عنوان و پخش میشه. دکتر کتی امیری درود بر شما. سلام نادر جان، درود بر شما، درود بر تمام بیننده های عزیز شما، اگر که اینو از طریق اپ میشنوید درود بر شنونده های عزیز شما. خبر خیلی داغه همین الان، همونجور که میتونی خودتون زنگ زدین من اکادمی بودم، از همین الان از اکادمی آفیسش اومدم، گرامی اکادمی، برای اینی که الان 3-4 روزه که بمبارد شده بودم با تمام سوالهایی که چجوری میشد این کار قشنگ شروین رو، آهنگ برایه که الان یکی از بزرگترین موومنت ها رو راه انداخته توی تمام راهپیمایی ها، پشت این آهنگ هممون راه رفتیم، خود من، کامران و هومن، استاد حمید سعیدی، همه ما این آهنگو داشتن میزدن، ما میخوندیم و راه میرفتیم روز شنبه در راهپیمایی و همه پرسیدن که ما چجوری میتونیم اینو به گرمی بدیم، میگفتم بابا گرمی ددلاینش August 30th تموم شده، این گرمی نمیتونه باشه، این باید بره زیر اسپیشال مریت و امروز به همت استاد حمید سعیدی که تنها ایرانیه که برنده گرمی، جایزه گرمی شده و ایشون نه تنها ووتینگ ممبره، اجازه ووتینگ داره، ایشون اکادمی ممبره و ما امروز اپایمنت گرفته بودیم از خود اکادمی 1:30 امروز، من اونجا بودم صحبت کردم با آقای نیک که کار اصلی این ژانرایی که ما الان دربارش داریم صحبت میکنیم، با خود آقای نیک من صحبت کردم که ما چی کار میتونیم بکنیم، چه جوری میتونیم اینو جلو ببریم، ددلاین ها مهمه، کرایتریا ها مهمن و واقعا هنوز هیچ کسی، الان همه دارن از من میپرسن، سیل سوال ها به طرف منه، ولی من چون به شما قول داده بودم اول میام اینجا، این خبر اولین باره که میره بیرون، پس قشنگ گوش کنید که این راه درستش رو ما باید انجام بدیم، اگر نه این نیست که همت عالی باشه و یه چیزی بفرستیم و اینا هم میگن اوکی چقدر شما آدمای خوبی هستید، خیلی زیاد صدا اومد و ما اینو زیر نظر میاریم. اولا که یه چیز مهمه که بگم اینه که این special merit یه ژانرای که تازه پارسال اومده و زیر قسمت اکادمی اومده، پس این جایزه گرمی نیست دوستان، این جایزه گرمی نیست، گرمی ددلاینش پس شده، این یه دونه مورد جایزه شایستگیه، it's an honorary award. یعنی چی؟ یعنی آنر میدن اینو، ووتینگ ممبرا تصمیم نمیگیرن. توی گرامی وقتی که شما میخواین یه آهنگی گرامی بگیره، مثلا استاد سعیدی که از طرف اوپیومون بندشون 2019 گرامی گرفتن، من و شما نمیتونستیم این رو سابمیت بکنیم و اون گروهی که تصمیم گیرنده بود همشون ووتینگ ممبر اکادمی هن، یعنی یه گروهی هن که اصلا کارشون اینه، موزیسیان هن. این ژانر اون نیست، این ژانر بهش میگن سپیشل کمیتی، سپیشل بلو ریبن کمیتی، یعنی منم شمای آدمای مختلف در امورهای مختلف این کمیتی رو تشکیل میدن و اینا میشینن نگاه میکنن میبینن کدوم آهنگی بزرگترین
و اثر بیشتر و شدیدتری توی یک جامعه گذاشته، مثل همین اثر برای. به چی نگاه میکنن؟ به اینی که این چه موومنتی رو ایجاد کرده، چقدر مردم رو اینسپایر کرده. کلمه اینسپایر رو نمیدونم فارسی، شما تحت تاثیر قرار داد. من سعی کردم خیلی کلمه رو فارسی اینجا بنویسم ولی سخت گفتنش. حالا مهمترین یه سری کرایتریا داره، یه سری چیزهای مهمی رو داره که باید دونه به دونش خیلی خیلی دقیق انجام بشه. اولا اینی که این باید بهش میگن commercially released. یعنی چی commercially released؟ یعنی این باید در یک جای تجاری معتبر مثل سپاتیفای، مثل یوتیوب باید وارد شده باشه. گرمی اینجوریه، شما نمیتونید یه چیزی رو همینجوری بخونید و بعد خودتون سابمیت کنید به گرمی و به مثلا ووتینگ ممبرها حتی سابمیتش کنن. این باید به یک کامرشال پلتفرمی، حالا یا سپاتیفای یا یوتیوب، انتشار پیدا کنه، مردم ببینن، بیننده داشته باشه، که این یک کرایتریا از برای گرمی گرفتن خط بخوره. حالا دوباره گفتم چون که این گرمی نیست، این یه دونه جایزه شایستگیه، یه جایزه است یا آنره، ولی ما هنوزم این آنر رو میخوایم. این خیلی مهمه. حالا من تو این 3-4 روزه اصلا مهمترین فکتری که من داشتم امروز باهاش میجنگیدم، یکی این بود که فقط و فقط خود شروین اینو روی کلاود فقط خوندش. فقط اون روی کلاود فرستادتش. و من داشتم سعی میکردم که بپرسم که آیا این با اینکه روی سپاتیفای نیست، روی یوتیوب نیست، روی جای تجاری معتبر نیست، آیا این کرایتریا رو ما میتونیم قبول کنیم؟ به خیلی آقای اینه که خیلی قشنگ گفتش که کتی جان این یه چیز جدید اومده و فقط نوشته که commercially released in the past 5 Grammy years. یعنی گرمی یرزشون از یه تاریخی شروع شده، از 5 سال، September 30th of this year. یعنی 5-6 روز پیش ددلاین بوده. من باشون صحبت کردم، گفتم این روی کلاود 27 سپتامبر، چک کرده بودم، 27 سپتامبر از طریق خود شروین پخش شده. 29 رادیو جوان گرفتتش و پخشش کرده و اونم گفتم از طریق رادیو جوان، یه پلتفرم ایرانیه. حالا اون هم یک دلیلی بر دلایل دیگه میشد که ما اونم پخش شده دیگه و این کار روی پلتفرمی پخش شده. گفت چون که هنوز کلمه های دقیق براش نداریم که حتما باید روی سپاتیفای باشه یا روی یوتیوب باشه، این اکسپشن اینجا اپلای میکنه. پس اون کرایتریا هم چون خودش خدایی 27 سپتامبر روی کلاود فرستاده، الان ما این اون ددلاین 30 سپتامبر رو هم یه جوری تونستیم وارد این قضیه بکنیم که چون 27 داده بیرون، اون هم پس شده. بعد چیز بعدی اینه که تا 14 اکتبر این باید بره به اصلا به اکادمی، وارد اکادمی بشه. درست نوشتن این مهمه. اولا یه چیزی که گفتن اینه که خیلی مس ایمیل همه میفرستن، اینی که عمده‌ای همتون کار میکنید خیلی زیاد میفرستین، به نفعتون نیست. برای اینکه یک دونه سابمیشن درست کافیه. حالا وقتی که 500 تا سابمیشن اشتباه میره، حالا همه دوست دارن الان این عرق کمک کردن، ما دستمون اینجا کوتاهه، فکر میکنن وارد نیستن، نمیدونن، نه اصلا همه دوست دارن یه کاری بکنن، اصلا پتیشن میره بیرون همه دارن سعی میکنن، ولی فکر میکنه اگه این کارو بکنن بهتره، ولی این کارو نکنید. من یک بار دیگه کتی جان مفصلتر توضیح بده که توجیه بشه برای اون دسته ای که فکر میکنن اگه این مسئله رو دنبال بکنن بهتره. ببینید اجازه بده اول اجازه بده این پیام رو اشنویم. باش بخواهید توی کوچه رخصیدن برای ترسیدن عزیز، برنامه بسیار مهمیه، بسیار مهمیه برای یک حرکت بسیار مهم. خوشحالم که دکتر کتی امیری یونسی امروز اینجا هست و همطور که در ابتدا
کاملا به طور واضح به شما تمامی اطلاعات رو به گوش شما رسوندن. از گرمی اوارد دارم میان اینجا مستقیما و عکسایی هم هست که میخوام این عکسها هم نشون بدم اگه امکان داره. دوست دارم که بازم به همون شکلی که در ابتدا صحبت کردی کتی جان بازم برای بینندگان عزیزمون توضیح بدی. 100%. از آفیس اکادمی از اومدم، نه اینکه از اکادمی گرامی، از آفیس اومدم و عکساش هست. امروز یه سری عکس گرفتم، خیلی خوشحال بودم که خیلی خدا رو شکر این میتینگ خیلی خوبی بود که تونستیم تمام جوابایی رو که نمیدونستیم همه رو الان دقیق میدونیم که چه کار باید بکنیم. و من احساس میکنم که 100% اگر اینو درست انجامش بدیم به جایی میرسه. اولا این که مهمه که اینو همه، هر کسی نشینید اینو بنویسید. یک دونه سابمیشن اوکی یه بسه، و اگر سابمیشن های اشتباه باشه که الان همه داره اشتباه میره، چون پلتفرمایی رو که دارن اینو، من دو سه نفر رو دیدم که داشتن از رو تلفنشون داشتن نشون میدادن که چجوری بنویسن، ایندیویدوال اشتباهه، از طریق خود شروین اشتباهه. این وقتی که میگن که یه کامرشال ریلیس باید بشه، ولی این ریکوردینگ اکادمی، این ساختمونی که من اونجا بودم، وقتی که میگن که باید یک جای معتبر تجاری کامرشالی ریلیس بشه، ما نمیتونیم بگیم شروین توی ایران اینو ریلیس کرده. پس کلمه درستش اینه که روی ساوند کلاود این ریلیس شده و خوشبختانه سپتامبر 27 خود شروین اینو رو ساوند کلاود گذاشته و ددلاین سپتامبر 30 بوده. و خدا رو شکر ما این یه دونه رو، من داشتم دونه دونه چک لیستا رو می نوشتیم با و پوینت می کردیم با این کسی که اصلا مسئول این کار آقای نیک. گفتم 27 سپتامبر رفتیم روی ساوند کلاود نگاه کردن، گفتن که آره این کرایتریا حل شده درسته. و ببینید دوباره میگم، وقتی که 500 تا چیز اشتباه بره اینا خسته میشن، شاید یه چیز درست رو نبینن. اون یه چیز درست رو استاد حمید سعیدی و سی ماینر کورپوریشن پروڈکشن که ممبر اکادمی هستن، همونجا که به من گفتن که این کرایتریا اینا، همه رو من نوشتم چون من تنهایی اونجا بودم، استاد امروز ریکوردینگ داشتن، خودشون نتونستن بیان، ازشون درخواست کردم که اینو درست زیر این ژانرا ایمیدیتلی سابمیت بکنن. کردن، رفت و ما کانفرمیشن هم داریم که این درست سابمیت شده. پس این نیست که هممون شروع کنیم اینو نوشتن، فایده نداره. چیزی بعدی که نگاه میکنن ایمپکتیه که رو مردمه، ایمپکتی که رو مردم داشته، اون رالیاییه که اون نوتای من بود الان نشون دادم، اون رالی که ما همه این آهنگو میذاشتیم و پشتش تظاهرات میکردیم، اونا رو روی گوگل میبینن، اونا رو روی پلتفرمای مختلف، روی اینستا، روی فیسبوک میبینن، اونا این اثر شدید رو که بهش میگن ایمپکت رو دنبالشن، که اون اصلا مال این نیست که ماها هجوم بیاریم به اینا، تلفن بزنیم، زنگ بزنیم، ایمیل کنیم. این کار کار درستی نیست و خود ایشون دو سه دفعه گفتن نکنید این کار رو. برای ما 500 نفر نباید اینو بفرسته، چون اگر یک دونش درست باشه و از چشم ما بگذره و بره، چون که ما مس گرفتیم، خسته میشیم و نگاه نمیکنیم. شانس اینه که این کار انجام بشه و واقعا به یه جایی برسه زیاده. خدا رو شکر تمام کرایتریاها که ایشون به من میگفت دونه دونه رو، هر کدومش رو که میگفت، من از یه طریقی جواب میدادم و چکلیستمون جلو همش پر شد. متن این ترانه رو به انگلیسی خواستن. متن این ترانه به انگلیسی خیلی مهمه که ما نمیخوایم که کلمه به کلمه این ترجمه بشه، برای که کلمه به کلمه معنی نداره. یه لیریکس درست باید باشه که خوشبختانه لیریکس درست و یه نفر دیگه نوشته بود، من اصلا نمیدونم کی زحمت کشیده بود، پیدا کردم، برای استاد سعیدی فرستادم، استاد سعیدی ایمیدیتلی اونو آپلود کرد. متن ترانه باید انگلیسی باشه که اینا ببینن، بتونن بفهمن که این یعنی چی، راجب چی داری میگیم. در صورتی داره که توی خود گرامی هیچ وقت اگر کاری از توی آمریکا نباشه نمیتونه گرامی بره. یعنی اگر شروینی که از خود ایران الان، به خاطر اینکه این اوارده، این آنرری اوارده، این گرامی نیست. اگر که از آمریکا بخواد کاندیدا بشه، اگر که
اگر که ما میخواستیم این وارد گرامی بخوایم بکنیم، اینو دو تا ووتینگ ممبر مثل استاد سعیدی و مثلا مثل لیلی هیدن، این دو نفر باید اینو اینجا توی یه پروداکشن کمپانی که اکسپتبل با گرامی که خود اینا دارن، اینا باید این رو وارد گرامی میکردن، بعد ووتینگ ممبرز گرامی میمدن روی این تصمیم میگرفتن. دوباره این چون گرامی نیست، این چون یه ژانرای الان یه چیز جدیده که زیر خط گرامی اومده بعد از این بلک لایف ماترز، این رو دیدن خیلی از آهنگا اثر شدید و خیلی خوبی روی ملت داره، یه موومنتی رو شروع میکنه و خواستن اینا رو آنر کنن، اینا رو میخوان ازشون تشکر کنن، تشکره یه آنره. و الان من فکر میکنم با تمام این تفاصیل مهمترینش این سپتمبر 27 که شروین عزیز خودش روی ساوند کلاود 27 سپتامبر اینو خودش ریلیز کرده، اون خیلی نقش بزرگی داره، با اینی که ساوند کلاود برای گرامی کامرشال ریلیسینگ پلتفرم نیست. یعنی اگر شما یه روزی بخواین هر کدوم از آرتیستای ما بخواین برین گرامی روس بادی روی ساوند کلاود اگر یه چیزی رو پخش بکنید، اون جزء کرایتریای گرامی حساب نخواهد شد. ولی چون این دوباره گرامی نیست، چون یک چیز ساب سکشنیه که اینو این زیر آوردن، فقط یه آنره، ما این آنره هم دوست داریم، ما این آنره رو میخواییم شروین بگیره. عزیزم خیلی زجر کشیده برای این آهنگی که خونده، ماها خیلی هممون اشک ریختیم، خیلی موومنت عجیبی بوده، انقدر که من خودم اینو جیغ کشیدم تو تظاهرات، کلماتشو میخوندم و کسایی که با من بودم گفتن چجوری اینو حفظی، از بس که دیدم لذت بردم. و فکر میکنم یکی از مهمترین کارهایی بوده که توی این مدت این دو سه هفته ما گرفتیم و داریم جلو میبریم. از اتاق فرمان خواهش میکنم در قسمت مسنجر من آخرین چیزی که فرستاده شده صحبت‌های پسرخاله شروین هست. پسرخالش نیست، میگه من روابط عمومی فکر کنم، خودش تعریف میکنه که کیه، گوش بکنیم خودش میگه که کیه. اگه امکان داره اینو پخشش بکنیم. البته یکی هم من دارم که گویا خالش هستش که میگه این مدت ها با من زندگی میگه. حالا به هر حال نه اون درباره به هر حال اینو گویا شروین دیروز با مادر صحبت کرده و ایشون در بازداشتگاه شهر ساری هستش و ماموران امنیتی زنگ میزنن به خانوادش اطلاع میدن. خواهر شروین صحبت کرده، ببخشید خواهر شروین، من اونو ندیدم، من اونو دیدم، خواهر شروین صحبت کرده که اینو من باید فوری شاید در برنامه بعدی نشون بدم، که عنوان میکنه که زنگ زدم به ما اطلاع دادن و بعد شروین با مادرم صحبت کرد، گفت حالم خوبه. حالا حالم خوبه تا کجا حالش خوبه، چجوری حالش خوبه، خدا دانه. میشه من یه چیز بگم؟ این آقایی که صحبت میکنن به نظر من نمیدونیم آیا تحت فشار بوده اینا رو گفته، یعنی ما الان اینو که دارین شما پخش میکنید، فردا اگر که بفهمیم که اصلا این یکی از مامورای جمهوری اسلامی بوده، از هیچ گونه کانفرمیشنی ما برای این نداریم. و من خود من کامنت ها رو که پایینش میخوندم، خیلی ها پایینش نوشته بودن که چقدر اذیتت کردن اینو گفتی. از همه مهمتر اینی که اون خود این آهنگ برایه که روی اینستاگرام شروین بود پاک شده، 40 میلیون ویور داشت و پاک شده، مجبورش کردن پاکش کنن. پس اگر اونو مجبور شدن پاکش کنن، چه چیزی به ما این قولو میده که این طرفی که این حرفو زده اصلا از خودش اومده اینو دل بخواهی اینو گفته، بدون اینکه بترسه و بدون اینکه به قول معروف یه تفنگ روی سر خانوادهش نذاشته باشن، اونجا گفته باشن اینو بگو. اون هم یادتون باشه، ما اینو فقط ما هم مثل شماها گرفتیم. خیلی جاها میشه یه چیزی رو پخش میکنیم بعد میان میگن نه این اون نیست، ما هم مثل همه هرچی که میگیریم و داریم پخش میکنیم، چون که راه دست کانفرم کردن اینا رو نداریم. خب این خبری که الان دادیم اینی که چون به هر حال این توی قسمت رأی نمیره، درسته؟ این پس باید ببخشید قسمت رأی میره، ولی ووتینگ ممبرای گرامی نیستن اینا، بهشون بلو ریبن کمیتی، خود به صلاح هیئت امنای این
اوارد این رو باید تایید بکنن که این جایزه رو بدن به شروین، درسته؟ نه هیئت اومنا رو خودش من نمیدونم، من 13 سالم بوده از ایران اومدم، اذیتم نکنید. هیئت اومنا نمیدونم چیه، ولی بلوری به کمیتی، یعنی که من میتونم تو این کمیتی باشم، موزیسین نیستم، شما میتونی باشی، دکتر میتونه باشه، یه آقایی که سلزمن میتونه باشه، هر هیئتی که به هر حال دارن این اورگانایزیشن رو میگردونن، اینها باید به اصطلاح اینا قبول بکنن. درسته. یه کمیتی به خصوص و اینا جزء اکادمی ووترز گرامی نیستن. خب اینا جزء کسانی هستن که این اکادمی رو ران میکنن. درسته. مدیریت میکنن. درسته. اینا خب این چه تاریخی به ما خواهند داد که این قبول شده یا نشد؟ آها، تاریخی که انقدر من چیزای مختلف گرفتم، یکی نوشته بود برای گرامی میخوایم اینو نامیده، بابا گرامی نیست، این آگست 30th گرامی بوده، گرامی ددلاینش آگست 30th بود، حتی پایین یکی نوشته بودم آقا من اکسپرت اینم، شما نگین گرامی، اصلا ایتس پریمچور، چیزی که شما داری میگی پریمچوره، نکنید. به هر حال این گرامی نیست، این یه ساب دیویژنه، دوباره من گفتم اینو. تا 30 سپتامبر میتونسته جایزه افتخاری هست. جایزه افتخاری. بله. تا 30 سپتامبر باید در جاهای تجاری پخش میشده که ما الان ساوند کلاود رو داریم، از 27 رو داریم. ساوند کلاود قبول کرد، چون که گفتش که ما توی این برنامه جدیدی که اومده کلمه های تعریفی برای این تجاری نداریم برای این ژانر، و به خاطر اینکه تعریف هنوز نشده چون یه چیز جدیده، گفت ساوند کلاود هم میتونه باشه در، و من اونجا گفتم که اینو من پس وقتی میخوایم رجیستر بکنیم ساوند کلاود رو بزنم اشتباه نیست؟ گفت نه نیست، و من سه بار اینو کانفرم کردم، این مهمترین چیزه، همه دارن زیر پرسونال و اینا میکنن، نکنید اشتباهه. خب سوال بعدی، سوالم تا اکتبر 14 وقت داشتیم که سابمیت کنیم، امروز ساعت 2:30 بعد از ظهر درست این سابمیت شد، با لیریکس، با ساوند کلاود، با تاریخ، با اینفورمیشن درست، بینگو. این سابمیت شده، سو اون کرایتریا پس شده 14 اکتبر. حالا نوامبر موقعی که نامینیشن ها میاد بیرون، اینم جوابمون میاد، یعنی علنی میگن که ما اون روز این جایزه رو میدیم به شروین، نامینیت میشه، مثلا باز هم نامینیت چیز ممکنه در اسکار کسانی که نامینیت میشن که میخوان اسکار افتخاری بهشون رو بیشن، از قبل بهشون میگن که آره اون شب به شما دارن اسکار افتخاری میدن. بله، یعنی درست نامینیت میشن، بله، ولی از قبل از اینکه جایزه اسکار برگزار بشه، قبلش بهشون میگن که شما انتخاب شدی، تشریف بیارید جایزه افتخاریتون رو بگیرید. بله. آیا در اینجا هم همینطوره؟ و همین صورت از قبل معلوم میشه که آیا شروین در این کاندیدا برنده میشه یا نه؟ متاسفانه من جواب اینو ندارم. چرا؟ جدیده، یک سال اومده. ما نوامبر وقتی که نامینیشن ها اومد بیرون، دوباره بنده آفیسمو باید ببندم، اپوینتمنت بگیرم، برم با اینا حرف بزنم، ببینم اصلا تکلیف ما الان که نامینیشن داریم، ایشالا تا موقع شروین اومده باشه بیرون 100%، ایشالا تا موقع کشورمون آزاد شده اصلا خودش میتونه بیاد آمریکا، به خاطر اینکه این آنرری اواردو بگیره، بیاد اصلا وارد گرمی بشه و بره اینو بگیره. خدایا صدای هممونو بشنو، و از این چیزی بالاتر نمیتونه باشه. تا نوامبر ما وقت داریم که جواب بدیم، الان ما تا 14 اکتبر وقت داشتیم که اینو سابمیت کنیم، الان کردیم، تموم، این قسمت تموم شده، گرمی نیست ساب دویژنه و نامینیشنش فرق خواهد کرد. من جوابش رو ندارم، من نمیدونم که نامینیشنی که هستش آیا وقتی که میدن از قبل ما میگن چند نفر میتونن نامینی بشن، این ژانر چند نفر نامینیتد اصلا جا داره. راجع به پتیشنت میخواستم سوال کنم. خب چقدر شلوغیم امروز. پتیشن change.org justice for مهسا امینی تقریبا 2 هفته است که اومده بیرون. این پتیشن رو من شروع کردم، یکی از دوستای وکیلم که آمریکاییه و برای هیومن رایتس هم کار میکنن، هم قسمت های مختلف والنتیر میکنن، با یه خانمی که توی کلونی فاوندیشن فور جاستس صحبت
صحبت کرده بودن، دیده بودن. بله، این پتیشنه که من شروع کردم. اکچولی این اونیتس که من شروع کردم. این اشتباهه. یکی دیگه است. دو سه تاست که یکیش مال کانادا، یه سرتن چیزا رو خواسته. مال من جاستس خواستیم. چرا؟ گفتیم که ما میخواییم که عواملی که این بلا رو سر مهسا آوردن باید توی اینترنشنال کورت بیان و جواب پس بدن. من این پتیشن به یک سرتن نامبری که رسید، امضاهایی که رفت بیرون از 20,000 تا که، البته از 15,000 تا که گذشت، این هسته؟ بله اینه. الان 26,460 نفر اینو امضا کردن. چقدر باید بشه؟ ببینید چقدر نیست، از 15,000 تا به این ور ما میتونستیم شروع کنیم ایمیل کردن. خب الان شده دیگه. من ایمیل کردم. خب عکسش هست. برای استیت دیپارتمنت ایمیل کردم، کامپلینت همو نوشتم، یه دونه کامپلینت نوشتم، فکر کنم 4 یا 5 صفحه بود. این کامپلینت به اضافه این پتیشن که اکسیبیتش کردم فرستادم واسه استیت دیپارتمنت، که اونا نوشته بودن 3 تا 5 روز دیگه من از کامپیوتر عکس گرفتم. 27 سپتامبر، خیلی جالب، 27 سپتامبر عکسو داریم اگه لطف کنید. اون عکس هم داریم، از کامپیوتر گرفتم. 27 سپتامبر من این پتیشن رو فرستادم، این کامپلینت رو. نوشته بود 3 تا 5 روز دیگه به شما جواب میدید، به من جواب میدن. تا به امروز جوابی نیومده. 7 روز. بله. برای هیومن رایتس همینو فرستادم، کامپلینت رو فرستادم، پتیشن رو فرستادم. I requested، التماس کردم که جوابمونو بدین. حتی اگر که شما راه درست نیستید، به من راه درست رو بدید که من این کامپلینت رو بفرستم واسه یونایتد نیشن، یک رپرزنتیتیو این رو بخونه. دوباره هیچ با اینی که سنت کرد نوشت که میگانه we have received your petition and request، برای من هنوز جوابی نیامده. با یه خانمی صحبت کردم توی همون کلونی فاندیشن، حالا نمیدونم بتونم بیارم یا نه، به هر حال با یه شماره تو تگزاس هستن صحبت کردم. خود ایمیل امال کلونی رو به من دادن و من تمام این پتیشن رو با کامپلینت برای امال فرستادم. حتی روزش دوباره جمعه براش دوباره یه ریمایندر فرستادم، گفتم ما شنبه تظاهرات داریم، اگر بتونی بیای، اگه بتونی 2 ثانیه برای ما صحبت کنی، پول فرست کلاس تیکت تو میدیم، پول اکامیدیشن، اصلا هر چی بگی ما حاضریم. اینجا جامعه ایرانی حداقل در لس آنجلس انقدر قدرت داره که بتونه 2 روز مهمانش، مهماندار شما باشه و شما مهمان ما باشی. دوباره من اونو ایمیل کردم، متاسفانه جوابی هنوز نشنیدم. ایمیلش درسته، هم برای لافرمشون هم برای فاوندیشنشون، همه اینا فرستادی، ما فقط منتظر جوابیم. خیلی جالبه که هیچ جا نادر جان ما رو کاور نمی کنه. بله، این کاملا آبیسه، کاملا مشخصه که امروز مشخص شد. اولا قرار بود الان اخبار پخش بشه، اجازه بدید این برنامه ها وقتی که برای کتی عزیزم الان چندین رسانه های دیگه خواستن از کتی که بره اونجا، ولی ممنونم ازش که خودش اول اینجا رو انتخاب کرده و اومده اینجا. خونه خودشون، خونه اولته، قربونت برم، مرسی، عجب حرفی. خدمت شما عرض کنم، خب این یه خبر خیلی مهمیه، ولی این اتفاقی که الان داره میفته خانم ها و آقایان یک اتفاق بسیار مهمیه که در خارج از کشور میتونه تداوم پیدا بکنه. امروز من اینو خدمتون عرض بکنم، یه چیز خیلی خصوصی رو باید بهتون بگم، خیلی خصوصی باید بگم. کشورهای انگلستان، کشورهای آمریکا، کشور آمریکا، کشور انگلستان و کشور فرانسه جز کشورهایی بودن و کانادا که در این راستا سکوت کردن و در پشت چون منافعشون حکم میکرد بسیار بی‌اعتنا بودن. از روز شنبه که این تظاهرات چندین هزار نفری یا میلیونی شما در سراسر جهان به وقوع پیوست و این حرکت صورت گرفت، بچه‌هایی که امروز در بی بی سی هستند و بچه‌هایی که در وایس آف آمریکا هستند، بعضیشون دوستان خیلی نزدیک من هستن، هفته قبل وقتی با من صحبت میکردن با بغض میگفتن ما میخوام استعفا بدیم، برای که ما رو تحت فشار گذاشتن و فوتج ها و صحبت هایی که ما باید بکنیم و همه رو باید سازمان های امنیتی اون مملکت اینا رو چک بکنیم، یعنی آمریکا، وایس آف آمریکا و بی بی سی،
بذارین روک بهتون بگم. ولی با چیزی که در طول این دو سه روز گذشته در خارج از کشور به وقوع پیوست، کارت بلانش دادن به بچه ها که حالا شما میتونید هر برنامه‌ای که میخواید بذارید، چکم نمیشه و اون فوتجایی هم که شما فکر میکنید میتونید پخش بکنید. این تغییر سیاست کشور آمریکاست که امروز در این راستا داره به چشم میخوره. آقای بایدن با تمامی بیمحلی هایی که کرد امروز سر تعظیم فرود آورده به ملت ایران. بله. خانم وایس پرزیدنت کاملیا هریس فقط 23 سپتامبر یه دونه، حالا خیلی ها هی اینو ریپوست میکنن، تاریخ نگاه کنید، از 23 تا حالا خانم وایس پرزیدنت کجایی؟ کسی که تک جلوی دوربین وایسادی گفته من حقوق زنان رو نگر میدارم کجایی؟ از 23 تا حالا کوچکترین صدایی ازش در نیامده و این دردناکه، چون دیگه الان یک زنه، الان ما دیگه کار خودمونو کردیم، یک زن رفته وایس پرزیدنت شده، کجایید؟ این تمام این سران کشور که یونایتد نیشن رو درشو باز کردن و آقای رئیسی رو راه دادن، همه تون باید جواب بدین چرا؟ در جایی که خون رو زمین ریخته، در جایی که جوانای ما با گوله صاف توی مغزشون کشته میشه، چجوری یونایتد نیشن در رو باز کرد و به اینا ویزا داد؟ یه چیز جالب امروز داشتم فکر میکردم، موقعی که انتخابات بود اونایی که میخواستن به بایدن رای بدن میگفتن ما از ترامپ بن خسته شدیم، میخوایم فامیلامونو بیاریم آمریکا. من یادمه یکی از دوستای خیلی عزیز من میگفتش که شما میخواین فامیلاتونو بیارین آمریکا، ما میخواییم به ترامپ رای بدیم، ما بریم ایران، ایران باز بشه، ما بریم ایران. تفاوتها این بود، اصلا یه چیز خیلی جالب بود، میگفت شما به بایدن رای میدید که فامیلاتونو بیارین آمریکا، ما میخوایم به ترامپ رای بدیم که ما بریم ایران، برای اینکه در ایران رو باز بکنه. باز بکنه، نه اینی که بنو برداره ما فامیلامونو بیاریم بیرون. ما یه نفر میخوایم که فرانت لاینر باشه، قدرت داشته باشه، سر و صدا کنه. پست کرده بودم، استوری کرده بودم، ما منتظر یه هولوکاست دیگه این که 6 میلیون کشته بشه بعد آرمی بفرستیم؟ یعنی 1500 تا کمه؟ یعنی 2500 تا کمه؟ یعنی 5000 تا دانشجو کمه؟ یعنی این بچه‌هایی که تو هواپیمای اوکراین بودن کمه؟ یعنی اینا کمه؟ ما 6 میلیون بعد کشته بدیم یا هولوکاست از ایران در بیاریم تا گروه لشکر آمریکا وارد و انگلستان وارد ایران بشه به چه قیمتی؟ ولی اتحاد ما یه اتحاد بی‌نظیر بود نادر جان، شنبه اتحاد بی‌نظیر بود. اینی که ما الان رهبری میگن ما رهبر نداریم، اینی که ما رهبر نداریم متحدیم. اگه رهبر داشتیم الان پهلوی ها میرفتن پهلوی، الان جمهوری میرفتن چپی ها میرفتن چپ، راستی ها میرفتن راست. الان ما هیچ کس نداریم، ما مسیح علی نژاد داریم، همه دوستش داریم، به هیچ حزبی بس نیست. علی کریمی حامد اسماعیلیون. بله حامد اسماعیلیون. و من فکر میکنم من به عنوان رهبر حامد رو من اصلا نامینیت میکنم. این مرد چه کرد؟ میدونید این بله، تظاهرات بله، رو حامد شروع کرد. بله، اون سر تعظیم. بله. خدا بیامرزه خانومشو، خدا بیامرزه ریرای عزیزشو. بله. رهبر ما شمایی که بدون هیچ گونه حاشیه بله داری این کارو انجام میدی. هیچ چیزی الان حاشیه نه. الان کسی که ما سابمیت کردیم برای گرمی، برای این سپیشال مریت، کسی کردیت نمیگیره. ایشالا که شروین برنده بشه، این نیست که بیان به ما هم یه اوارد بدن بگن شما سابمیت کردید. اصلا اسمی از کسی که سابمیت کرده اونجا نمیره. فقط کار باید درست باشه. اتحادمون قشنگه، ولی اتحادمون هم باید درست باشه. بارک الله. ممنون بابا، تو خودت یه رهبری. آخه رهبر یعنی که بعضی رو میگن آقا، مثلا میگیم علی کریمی، یا آقا علی کریمی فوتبالیست، آقا زلنسکی یه کمدین بود، یه کمدین اون کشور بود، یه کمدین خیلی معمولی بود، ولی بخواد به عرقی که داشت، اون وطن پرستی و اون شعور و فهمی که داشت، تونست امروز بشه یه رهبر دموکرات محبوب دنیا. بله. همین آقای هیتلر یه نقاش به زندگیشو بخونیم کی بوده. بله. یهوش خاص بشه فرمانده دنیا. اینطوری فکر نکنید. امروز علی کریمی ها
چون سالهای ایستادگی کردن در مقابل جمهوری اسلامی، امروز نبوده، سالهای ایستادگی کردن، تو همون صدا و سیما آمدن و از جمهوری اسلامی چه مستقیم و چه غیر مستقیم انتقاد کردن، بیرونش کردن از پرسپولیس، هزار بلا سرشو بردن فقط به خاطر اینکه ایستادگی کرد. درسته. این یه مسئله خیلی مهمیه. خانم علی نژاد، آقای حامد عزیز ما، اینها کسایی هستند که خودشون یه رهبران، رهبر همینا میتونن بشن. خیلی بهتر از یک رهبری مثل رئیسی که تا کلاس 6 دبستان سواد داشته باشه، نه سواد انگلیسی، نه سواد سیاسی، فقط سواد در امر کشتن مردم در زندان‌های اوین و زندان‌های ساواک. به هر حال خیلی ممنونم از کتی عزیزم که محبت کرد برای اولین بار این خبر بسیار مهم رو عنوان کرد. قولش هم میگیرم، قول که نمیخواد، خودش میدونه روزی که این خبر تونست به جامعه عمل به خودش بپوشه و بره و نامینیت بشه، من با کتی عزیزم و با حمید عزیز که هفته پیشم اومد اینجا، حمید عزیزم حمید اینجا رو استاد حمید سعیدی هم این تلویزیون رو انتخاب کرد، هفته گذشته آمد و گفت آقا من از این برنامه میخوام بگذرم، در اینکه برنامه استاد سعیدی برنامه چیزی نبود، برنامه شادی نبود، برنامه بود در قالب همون آزادی زن. بله بله. و میتونست این برنامه انجام بشه. حالا به دلایلی بگم چرا باشون صحبت کردم، گفتم تو قرارداد شما نوشته که شما دیپازیتتون از بین خواهد رفت، دیپازیتشون هم زیاد بود، گفتم دیپازیت شما از این خواهد رفت و شما که الان این رو برنامه تو عوض کردی و یه برنامه انقلابی که در الان واسه الانه تمام زنا رو داری میاری روی استیج با گروه دف، خیلی برنامه های عجیب قریبی توی برنامه رادیو همراه چه درخشید، اون اصلا تمام اونا رو کنسل کرد، گفت من یک برنامه دیگر رو میذارم به خاطر مهسا. بعد به من زنگ زد گفت کتی دیپازیت نداره از جیبم میدم، $4,000 پول تبلیغات دادم از جیبم میدم، با بغض من نمیتونم بزنم، نمیتونم بخونم، این ربطی به برنامه، ربطی به تیکت های فروش رفته، ربطی به دیپازیتی از دست رفته، به اینا ربط نداره. من وقتی با بغض میگفت، به جان خودم میگفت من با بغض که نمیتونم بزنم و بخونم، آخه لامصب و بغض دارم. و همونجا گفتم همین حرفت کافی بود، به بارکلی ایرواین زنگ زدم پستپونش کردیم 29 ژانویه. من به شما قول میدم 29 ژانویه نه تنها اون برنامه سولد اوت، تمام خانوم ها برنامه رو میخرن و میان ساپورت کنن. ما هممون سر تعظیم داریم به خاطر این احترامی که به خانوم ها درود به شرفش، درود به شرفش. خارج از این که رفیق بسیار نزدیک من، رفیق من دوستا، رفیق بسیار نزدیک کتی و من هست، بله. ولی خارج از این مسئله یک هنرمندیه که شرافت کاریشو تا به امروز حفظ کرده و چه افتخار بزرگی برای جامعه ایرانی آفریده که بیاد در گرامی اوارد جایزه بگیره یک بار و یک بار دیگه هم کاندیدا بشه، که به امید خدا امسال هم ما کاندیدا شدن او رو شاهد خواهیم. امسال شرکت نکردیم. نکرد. امسال شرکت نکردیم برای اینکه 3 تا آهنگ داریم. برای سال آینده. و یادمون نره تنها شخصیه که توی گرامی، این همه سال ما گرامی داشتیم، تنها شخصی که فارسی، زبان فارسی رو توی استیج گرامی حرف زده. بله. این اصلا بالاتر از این اصلا نداره. بله، تشکر کنم. بله. به هر حال ممنونم از دکتر کتی امیری یونسی، دوست بسیار بسیار عزیزمم، همسر نازنینش حمید عزیزم و خانواده محترمش، و چه سورپرایز پارتی تولدی برای من من از طرف دکتر حمید یونسی شوهر خودمم خیلی ازتون تشکر میکنم، شما عزیز ما بودی، هستین. دکتر یونسی هم خیلی به شما سلام می‌رسونم. امین جان I love you. مرسی. پاینده باشید. افتخار میکنیم به چنین زنهای ایرانی که خارج از کشور نام ایرانی و نام پر افتخار زن ایرانی رو همچنان بر فراز نگه می‌دارن در هر جایی که هستن. لطف. برقرار باشید. امین.
زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی برقرار باشی. این شعار ما خواهد بود. بله.